سلام دوستان عزیزم حالتون چطوره خیلی خوش اومدید به یک درس دیگر سری دروس آموزش زبان انگلیسی با کانال زبان داد. من مهناز هستم و این درس ادامه دروس آموزش زمانهای مختلف در زبان انگلیسی به صورت جدا جدا هست قبلا در یک ویدئوی هشت در واقع زمان پرکاربر در انگلیسی رو به صورت یکجا بررسی کردیم اما باز مجدد شروع کردیم در ویدئوهای جدا جدا هر زمان رو به صورت مستقل و جدا با حالتهای مثبت خبری سوالی و منفی در حال بررسی هستیم و این جلسه در رابطه با زمان حال استمرار و کل نکات مربوطه به این زمان صحبت می کنیم اما قبل از اینکه بریم و درسمون رو شروع بکنیم لطفاً و حتما برای حمایت از کانال ما متشکر میشم که کانال رو سابسکرایب بفرمایید ویدیو رو لایک کنید و اگر کامنت نظر یا پیشنهادی دارید حتما در قسمت کامنت ها با من در میون بذارید قبل از اینکه بریم و ببینیم که فرمول به چه شکلی هست من یه نکته رو خدمت شما عزیزان بگم ببینید دوستان برای اینکه ما بتونیم زمان حال استمرار رو در انگلیسی بسازیم و استفاده بکنیم قبلش باید افعال توبی رو بشناسیم که من قبلا افعال توبی چه در زمان حال و چه در زمان گذشته رو کامل بهتون آموزش دادم ببینید این افعال برای زمان حال ام از آر هستند که در واقع نسبت به فائل های مختلف به این شکل استفاده میشن برای آی یعنی اگر فائل در جمله آی باشه از ام استفاده میکنیم اگر فائل در جمله انگلیسی شی هی و یا ایت باشه خب میدونید اینها رو دیگه شی به معنای او او مؤنث هی به معنای او اما برای جنس مذکر و ات باز به معنای او یا آن برای اشیا و حیوانات استفاده میشه که اگر قرار باشه برای اینها از فعل توبی استفاده بکنیم فعل توبی در واقع درست و صحیح برای این فایل ها ایز هست و همینطور we, you و they اگر فائلمون اینها باشه در جمله فعل توبی مورد استفاده ما آر خواهد بود چون جمع هستن و آر استفاده میشه واسه اما این افعال توبی در ساخت فرمول حال استمرار چه کمکی به ما میکنند ببینید من در هر فرمولی از زمانسازی مدام تاکید میکنم. استخونبندی اصلی جمله انگلیسی شامل فائل و فعل میشه. جمله خبری. خب زمانسازی چیه بچه ها؟ قبلا باز من این رو به شما درس دادم زمانسازی یعنی بازی با فعل و قید زمان اگر شما میخواید از یک زمان مشخص در زبان انگلیسی به زمان دیگری حرکت بکنید باید یه سری تغییرات رو در ساختار فعل اعمال بکنید خب برای اینکه بتونیم زمان حال استمرار رو بسازیم بعد از فائل فعل رو داریم و باید فعل تغییر بکنه یا با فعل بازی بشه خب این بازی چطور انجام میشه؟ این هست که شما باید قبل از اون فعل که معنای جمله در واقع با اون فعل تکمیل میشه قبل از فعلتون از افعال توبی که در اسلاید قبل در موردش صحبت کردیم استفاده بکنیم یعنی قبل از فعل ام، از، آر و بعد از فعل ing قرار بدیم خب کجا ام کجا از و کجا آر رو قبل از فعل قرار بدیم بنا به فاعل جمله در اسلاید قبل بهتون توضیح دادم برای هر کدوم از فایل ها کدومی از افعال توبی استفاده میشه بنابراین فرمول جمله حال استمرار در زبان انگلیسی به این شکل خواهد بود در ابتدا فایل رو داریم و در قسمت فعل به این شکل با فعل بازی میکنیم قبلش افعال توبی و بعد از فعل از ing استفاده میشه اما همزمان با اینکه مثال هایی رو با هم بررسی میکنیم باز بررسی هم میکنیم که در چه مواقعی در صحبت کردن انگلیسی باید از فرمول حال استمرار استفاده بشه ببینید یکی از پرکاربردترین مواردی که حال استمرار درش استفاده میشه اینه که در لحظه در حال اتفاق افتادنه یعنی چی یعنی شما در همون لحظه صحبتتون واقعا دارید اون کار رو انجام میدید ببینید مثلا به عنوان مثال مثال اول رو ببینید I am watching TV خب I فائل جمله هست و در قسمت فعل watch رو داشتیم Watch یعنی تماشا کردن یک فعل به معنای تماشا کردن قبل از watch am یعنی یک فعل توبی قرار گرفته و بعد از فعلمون ing قرار داده شده و به این صورت به فرمول حال استمرار در اومده I am watching TV یعنی چی؟ یعنی دارم تلویزیون تماشا می کنم و این به این مفهوم و معنا هست که من واقعا همین الان نشستم پای تلویزیون و دارم تلویزیون تماشا می کنم یعنی در لحظه صحبت فعل تماشا کردن واقعا در جریان و داره اتفاق میافته. و یه نکته بگم که در معنا کردن یا ترجمه کردن جملات حال استمرار به فارسی معمولا ما از کلید واژه دارم داری داره بنا به فایلمون استفاده میکنیم همینطور که میبینید در این مثال گفتیم دارم تلویزیون تماشا میکنم پس این از این مثال مثال بعدی رو ببینیم She is playing tennis Play یک فعله به معنای بازی کردن خب قبل از فعل توبی قرار دادیم فعل تو بی ایز که بنا به انتخاب شده فاعل شی و فعل توبی بی ایز انتخاب شده و بعد از فعل پلی بنا به فرمولی که بهتون گفتم آی جی قرار گرفته و به این شکل در اومده شی ایز پلیینگ تنیس یعنی او اویه مؤنث داره تنیس بازی میکنه این مفهوم تو ذهن من میاد که او واقعا همین الان در حال تنیس بازی کردنه پس اگر فعلی واقعا در همون لحظه صحبت در حال اتفاق افتادن باشه از زمان حال استمرار استفاده می اما کاربرد دوم کارهایی که به صورت موقت در حال انجامشون هستی یعنی چی؟ ببینید فکر کنید مثلا شما مهندس عمران مهندس معمار هستید با دوستتون میرید بیرون صحبت میکنید دوستتون ازتون میپرسه که خب این روزا چیکار میکنی و جواب میدید به عنوان مثال دارم روی یک پروژه جدید کار میکنم دارم روی یک پروژه جدید کار میکنم شما این پروژه جدید رو به صورت موقت در حال انجام دارید اون لحظه نه نقشه دست شماست نه گچ و آجر دست شماست و نه سر ساختمونید ببینید به صورت موقت در زندگی شما اون پروژه و انجامش در جریان هست اون لحظه در حال انجام نیستید اما به صورت موقت وجود داره و قرار هم نیست تا آخر عمرتون روی این پروژه ساختمانی بمانید بنابراین اگر کاری رو به صورت موقت در زندگیتون در جریان دارید در پروسه در حال انجام دارید با حال استمرار باید بگید که اینطور میشه این جمله I am working on a new project یعنی دارم ورک یعنی کار کردن I am working یعنی دارم کار میکنم on a new project یعنی روی یک پروژه جدید و یا یک مثال دیگه مثال دوم رو ببینیم با هم به عنوان مثال شما یک کتاب به دوستتون قرض میدید و مثلا دو سه هفته میگذره دوستتون رو تو خیابون میبینید میگید مثلا فلانی کتابم میشه بهم به برگردونی و در پاسخ به شما میگه که نه هنوز دارم میخونمش ببینید اون لحظه تو خیابون کتاب دست دوستتون نیست ولی به صورت موقت و کوتاه مدت اون کتاب توی زندگیش در پروسه خوندن اون کتاب هست اون لحظه نه ولی به صورت یک کار موقت در دست انجام داره که در جریانه و قرارم نیست که تا آخر عمرش اون کتابی که شما بهش دادید رو بخونه بنابراین جمله‌ای که به شما میگه به این شکل هست I am still reading it یعنی من هنوز دارم اون رو ایت به کتاب برمیگرده اون رو هنوز دارم میخونم still به معنای هنوز هست پس ببینید با حال استمرار جمله رو تحویل داد چون به صورت موقت داره کتاب رو میخونه نه اون لحظه اما به صورت موقت بنابراین این دو در واقع کاربرد از پر کاربرد ترین ها برای استفاده از حال استمرار در زبان انگلیسی است اما قبل از اینکه منفی و سوالی رو توضیح بدم یه نکته ای رو بهتون بگم که این نکته خیلی بهتون در اکثر جملات انگلیسی کمک میکنه در هر جمله انگلیسی دوستان شما فعل کمکی تو مثل ام از و آر رو دیدید چه تنها فعل جمله باشه چه در کنار یک فعل دیگری اومده باشه از فعل های به عنوان فعل کمکی استفاده بکنید یعنی میتونن اینها کمک بکنن به ما که اون جمله منفی بشه و میتونن کمک بکنن که اون جمله ای که درشون حضور دارن سوالی بشه خب ما در حال استمرار فعل کمکی توبی رو داریم برای اینکه تبدیل بشه به حالت منفی کافی هست بعد از ام از آر نات رو قرار بدیم و به این ترتیب تبدیل میشه به حالت منفی مثلا I am not watching TV مثلا مامانتون صداتون میزنن که داری چیکار میکنی تکالیفت مونده و داری تلویزیون تماشا میکنی و میگید که No I am not watching TV نه من در حال تلویزیون تماشا کردن تو این لحظه نیستم دارم تکالیفمو مثلا انجام میدم بنابراین I am not watching TV یا مثال بعدی She is not listening to music یعنی او is not listening to music یعنی در حال گوش دادن به موسیقی در حال حاضر تو این لحظه نیست داره یه کار دیگه ای رو انجام میده بنابراین این میشه به فرم منفی و اگر بخوایم به حالت سوالی تبدیلشون بکنیم باز گفتم بهتون افعال توبی حکم کمکی دارن کافیه که منتقل بشن به ابتدای جمله چرا که تمام جملات سوالی که بشه با yes و no جوابشون رو بدیم در انگلیسی با فعل کمکی شروع میشن خب اینها هم که فعل کمکی هستن دیگه پس منتقل بشن به ابتدای جمله و تبدیل میشن به حالت سوالی مثال اول رو ببینید is it raining is it raining فعل rain یعنی باران آمدن Okay. is it raining یعنی داره بارون میاد is به ابتدای جمله در واقع منتقل شد حالت خبری این جمله به این شکل بوده It is raining که برای سوالی شده Is it raining؟ یعنی الان تو این لحظه داره بارون میاد که میتونید جواب بدید Yes یا No Yes it is برای پاسخ کوتاه کافی هست که شما فائل و بعد فقط فعل کمکی رو قرار بدید هیچ اطلاعات دیگه ای نیاز نیست بگید در جواب این سال که گفتیم Is it raining؟ میتونید بگید Yes, it is و در سال بعدی Are you watching it؟ مثلا شما برادرتون جلو تلویزیون نشستید برادرتون میخواد کانال رو عوض بکنن کانال رو تغییر بدم ازتون میپرسن که داری نگاه میکنی شبکه رو داری نگاه میکنی Are you watching it? یعنی تو این لحظه تو داری اینو نگاه میکنی ات به اون برنامه برمیگرده و جواب میدید No, I am not No, I am not فقط فائل و فعل کمکی منفی یعنی نه میتونی کانال عوض کنی این دو ویدیو که مرتبط با درس امروز هست و پیشنهاد میکنم حتما ببینید و اگر دوست داشتید کانال زبان رو سابسکرایب بکنید که از اینجا به بعد ویدیوهای بیشتری در زمینه آموزش زبان بتونید دریافت بکنید.